بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما محصلین گرامی. امید از اینکه اوقات خوب و خوشی داشته باشین. در هفته بعدی از جلسات درسی خو قرار گرفتین. هفته چهارم لکچر دهم یا هفته چهارم لکچر اول هم میشه. موضوعات که در ری قسمت خدم برای شما و بحث خواهیم گرفتیم ساختمان خاک است و انواع ساختمان خاک است و خود ساختمان خاک راه های اصلاح ساختمان خاک است که اینها از جمله موضوعات کلیدی و موضوعات عمده که در این فصل در این عنوان درسی در این سلایت ها و در این هفته همراه شما به پیش خواهیم رفتیم. ببینیم محصلین گرامی، قسم که من بافت خاک خدمت شما ارائه کردم، من نمیفهمم مثلث بافت خاک من به اینجا نی آوردم بعد می آوردم. خب من فکر کردم مثلث بافت خاک هست. قسم که شما اگر می کتابا خود بگیرین مثلث بافت خاک رو ببینین، در ای شما میتونین بعد از اینکه ما شما فکر کنم توضیحات کامل بس جلسه قبلی وقت نشد خدمت شما را بکنم، از چپ به راست و از پایین به بالا شما ببینین خودمی ذرات خاک بافت از اینا سنگین شده میره، یعنی که همون ذرات کله و سیلت و لوم به ترتیب و یا همون ذرات که کوچکتر هستن و بافت سنگین تر در خاک وجود میارن تشکیل میدن. حالا فیصدی هر کدوم از این ذرات در قسم که من مفهوم قبلا هم برای شما گفتم، اگر ما خواسته باشیم اینا رو مثالایی که من مونده بود خدمت شما بمونم، از داخل کتاب شما رو دیدم، میخوام برای شما بگم در جلسات قبلی تشریح صنف بافت بدین صورت است که مثلا صنف کلیلوم رو دارای خصوصیات لوم و کلی است. وقتی کلیلوم میگه یعنی یخ خاک، همین صنف از این هم کلی داره و هم لوم داره که بیشتر خصوصیات لوم رو داره، یعنی خواص لوم غالب است. وقتی میگه کلی لوم یعنی بیشتر خصوصیات از این لوم است، یعنی بافت مناسبیه و باز کلی از این کمتر است. خلاص انمی حالت می تحلیل میشه و همی حالت خونده میشه و همی حالت برداشت میشه. و اگر صنف لومی سند و سندی لوم باشه، سندی لوم و لومی سند، یعنی که یک خاک ما شما بافته شنرم داره هر دوتا، حالا سندی لوم و لومی سند هر دو تا در ترکیب خو و در ترکیب بافت هم لوم هم شن است. اما حالا در کدومک لوم بیشتر و در کدومک سند بیشتر؟ انال سندی لوم و لومی سند. وقتی میگم سندی لوم، پس ما گفتم از چپ به راست باید ترجمه بکنیم، از راست به چپ به فارسی ترجمه ازی میشه که میشنیم بگم خود لوم ازی بر شن ازی غالب است، یعنی که از آخر به اول میگم ترجمه میکنه. و لومی سند که میگه یعنی سند ازی بر لوم ازی غالب است. برای ترجمه بافت به صورت دری باید ترجمه کلمه سند راست را نمیشه و در واقع ترجمه از راست به چپ صورت میگیره. مثلا بافت سندی کلی لوم معادل لوم کلی ریگی است. خب من میخوام این ریت برای شما بگم که این خاکیه که ترکیب ازی در بافت ازی در این مدل چی هسته؟ یعنی که خود هم لوم قرار داره، هم کلی و هم شین. حالا ایره چی قسم ما شما میخواییم میره تحلیل بکنه و ایره ترجمه بکنه؟ گفتم از چپ به راست که در این خاک خواص لوم بیشترین تاثیر داشته، یعنی لوم از این خاک بیشتر است و بعد از او به ترتیب خواص کلی و ریگ غالب. یعنی باز بعد از او خواص بیشتر از ریگ یا که از شین کرده خود کلی داره و بعد از او در مره آخر لومسته. خدا کنه از این مثلث بافت خاک مشکل نداشته باشه و هر آنچه که در این رابطه بود خدمت شما ادا کرده باشم. برمیگردم میام به جلسه امروز ساختمان خاک. من برای شما بافت خاک در جلسات قبلی خدمت شما ارائه کردم، گفتم که ذرات نسبتی یا ذرات نسبی شن رس و سلت و اینها رو خود از این میگم بافت خاک. بافت خاک در قسمت نفوذپذیری و آب تهویه و غیره از مسائل اینا قابل اهمیت بود که اینها رو میتونیم برای شما بگم. ما شما بعد از اینکه بافت خاک مشخص بکنیم، نظر به پسند خود هر نبات میتونیم که خاک ما چی نوع خاک دوست داره و چی در چی نوع خاک رشد بیتر داره و رشد سریع تر داره و باز به ترتیب از اون بافت خاک میتونیم ما شما مشخص کنیم که راه مشخص کردن از اون قبلا برای شما گفتم.
حالا بس چیز است، ساختمان خاک است. ببینیم ساختمان خاک یعنی که گردهمایی ذرات خاک توسط حالا مواد سیمنی و یا مواد چسبنده کنار یک دیگر. حالا اکسایدهای آهن، آلومینیوم و همچنین مواد عضوی و آهک، اینها باعث اکثر چسبندگی میشن. خود از اینا همین ساختمان خاک رو به وجود میارن که ساختمان های مختلفی هم باز به وجود میارن، مثلا ساختمان منشوری، بشقابی، کروی، موا، مکعبی، که اینا هر کدوم از اینا ساختمان های خاک است. و حتی دانشمندان بیشتر از ساختمان ها را میتونیم دو نوع ساختمان تکدانه و تکپارچه و غیره و اینا را شامل ساختمان های خاک میدانن. اما در کل اگه تعریف خواسته باشیم داشته باشیم، یعنی نحوه قرار گرفتن ذرات خاک کنار یکدیگر میگن ساختمان خاک. و همچنین بافت خاک ذرات نسبی شن و رس و سلت است که این گردهمایی ذرات توسط مواد مثل آهک و مواد عضوی، اکساید آهن و آلومینیوم که ما قبلا برای شما گفتم هایدروژن پراکساید و همچنین سدیم هگزامتافسفات از جمله مواد کیمیایی که حتی ما و شما میتونیم این اکسایدهای آهن و آلومینیوم و مواد عضوی و آهک و غیره هر کدوم از خاک اینا رو جداسازی جهت تعیین بافت خاک هم استفاده میکردیم. و همی خود آهک و مواد عضوی و اکسایدها آهن و آلومینیوم باعث از این شده که این ذرات به کنار همدیگر قرار بگیرن و ساختمان خاک رو چکار بکنن؟ تشکیل بدن. و اکسایدهای آهن و آلومینیوم و تشکیل خاکدانه سویل اگریگیت رو گویند. گردهمایی ذرات به توسط از این مواد، توسط مثل آهک و آلومینیوم و تشکیل خاکدانه، وقتی خاکدانه یا یک قسمت از خاک وجود میاد که این سویل اگریگیت هم میگن ساختمان خاکه. خب دیگه در این سر گفته خاک ها دارای اندازه مختلفی از ذرات معدنی هستند که ذرات بر اساس اندازه به 3 دسته تقسیم میشن. خب من این قبلا خدمت شما اشاره کردم، برای شما با تفصیل گفتم که به همو ذرات معدنی از اینا بر اساس اندازه، بر اساس اندازه از اینا و بر اساس قطر از اینا و طول از اینا و ابعاد از اینا، بر اساس همو خود اندازه ذرات اینا به 3 دسته تقسیم میشن: رس و شن و سلت که کوچکترین رس بود، با سلت بود، با شن بود. توضیحات از اینا رو قبلا نرا کردم. حالا میگه بافت خاک نشان دهنده ذرات نسبی رس و شن و سلت است. خب اینا قبلا هم گفتم، به سلاید پیشتر هم بازم اشاره کردم. این ذرات با مواد عالی خاک ترکیب شده و ذرات بزرگتر را به نام خاکدانه تشکیل میشه. خب انال همین ذرات خود خاک که این ذرات شن رس و سلت است، میگه توسط مواد عالی و اکسایدهای آهن و آلومینیوم که قبلا گفتم اینا یک جای میشن و خود همین ساختمان خاک را تشکیل میدن. و یک مسئله دیگه که به این جگه ما به صورت کلی خدمت شما ارائه کردم از قرارگیری خاکدان ها قرار همدگر، باز اینا رو برای شما میگم که مثلا ذرات که کنار یک دیگر قرار میگره با دومینار تشکیل میدن، باز دومینار باعث اول روس ها با یک جا میشن، باز شنار با اینا در سلده بعدی میخواستم تشریح بکنم. خب شد یک موضوع دیگه فراموش نشد، از قرارگیری خاکدانه ها کنار یا سوی لگدگی ذرات که کنار دیگر قرار میگن با ساختمان خاک میتونیم بگیم که چکار میشه، خود از اینا ها تشکیل میشه. و دیگه ساختمان خاک بر تعویه حرکت و آب در خاک و همچنین انتقال حرارت در خاک و وزن مخصوص ظاهری تخلخل و فعالیت میکروارگانیسما اثر داره. خب وقتی اگه ساختمان خاک ما و شما فشرده باشه و خیلی ذرات فشردگی چسبندگی از اینا بیشتر باشه، طبعا طبیعی کمتر دارد. حرکت در آب همچنین بر خود ساختمان خاک تاثیر مستقیم داره، بر حرکت آب در خاک و همچنین انتقال حرارت در خاک. خود از این تهویه مناسب، تهویه خوب داشته باشه خاک یا تهویه کم داشته باشه. و دیگه وزن مخصوص ظاهری و وزن مخصوص حقیقی، من اینها بر جمله آزمایش های لابراتواری که اینا رو در لابراتوار انجام میدیم، خب میخوایم خدمت شما ارائه کنم. وزن مخصوص ظاهری یا بلک دنسیتی و وزن مخصوص حقیقی یا که پارتیسل دنسیتی اینا رو میگن، یعنی وزن مخصوص ظاهری اندازه خاک همراه با هوا و همچنین تخلخل در خاک، آب و هوا شامل از این، کثافت وزن مخصوص خاک همراه با هوا و همچنین آب، یعنی یک جا با او کثافت خاک رو وقت شما چی بکنین؟ یک جا بکنیم، محاسبه بکنیم، اینو میگن وزن مخصوص ظاهری خاک. یعنی یک خاک اگر شما بخواییم بریم در یک سانتی متر مکعب خاک چال بکنین و خاک پیدا بکنین که ببینیم همین خاک ما وزن مخصوص ظاهری از چی اندازه،
یعنی 1 سانتی متر مکعب خاک بازی اندازه گیری میشه، هم ای و هم وزن مخصوص حقیقی. در 1 سانتی متر مکعب خاک ما شما چی اندازه وزن داره، وزن نظیر مشخص میکنه و این 1 سانتی متر مکعب خاک شامل قبلا هم برای شما گفتم اجزای خاک، آب و هوا، همچنین اینا از جمله اجزای خاک تشکیل میدن. وزن مخصوص ظاهری که میگیم یعنی که هوا و همچنین رطوبت یا که خود آب هم شامل از اون میشه. وقتی شما 1 سانتی متر مکعب خاک مستقیم میگیریم اون وزن میکنه و همچنین شامل آب و هوا و خود خاک میشه، هر چی که وزن از این میشه. سر از این تاثیرات چی داره، زیاده داره که هر چی تاثیر، هر چی وزن مخصوص ظاهری خاک بیشتر باشه کیفیت خاک کمتره و هر چی کمتر باشه بهتره. یعنی چی؟ یعنی که هر چی که خاک ما و شما وزن مخصوص ظاهری کمتر داشته باشه، یعنی که خاک ما تهویه خوب داره و مقدار رطوبت خوب داره و همچنین میتونیم بگیم وزن از این کمتر است و نباتات بیتر روش داره. و هرچه وزن مخصوص ظاهری بیشتر باشه یعنی فشردگی خاک بیشتر و طبیعه در رو کمتر است. و دیگه تخلخل فعالیت میکروارگانیسم ها هم اثر داره. اگر یک ساختمان خاک فشرده ای داشته باشه ما و شما و ساختمان خاک ما حتی در سر تردد ماشینالات در خاک فشرده میشه و همچنین عملیات زراعتی که انجام میشه و باز روها اصلاح‌سازی و این مسائل دیگه هسته، این میتونیم بگم در خود فعالیت میکروارگانیسم ها حتی میتونیم بگم ساختمان خاک تحت تاثیر قرار میده. هرچه ساختمان خاک بهتر باشد تهویه حرکت آب و فعالیت میکروارگانیسم ها بهتر خواهد بود و وزن مخصوص ظاهری کمتر و تخلخل بیشتر. هر چه که میگه ساختمان خاک بیشتر و بهتر باشه و خوبتر باشه و ما یک ساختمان خوب غنی داشته باشیم و قرارگیری ذرات با کنار یک دیگر با یک تناسب مناسب صورت بگیره و این ذرات شکل مناسب داشته باشه و میتونیم بگیم استرکچر یا اسکلت از این یک اسکلت مناسب داشته باشه، این میتونه که این تاثیرات داشته باشه و همچنین تهویه و حرکت و فعالیت میکروارگانیسم ها بهتر خواهد بود، تهویه خوب خواهد داشت، حرکت آب سریعتر و بهتر صورت میگیره و همچنین میکروارگانیسم ها کرمای خاکی که گفتم ما در تجزیه خود خاک صورت نقش دارن و تثبیت نیتروژن در خاک میکنن و همچنین در اون آب که از جمله میتونم بگم موجودات با اهمیت هستن خود از اینا در خاک، اینها نقش خواهد داشت و همچنین وزن مخصوص ظاهری هم کمتر و خاک ما و شما تخلخل از اینها چی است؟ کمتر است. ببینین ما مدل های مختلف داریم جهت تشکیل خود ساختمان خاک که حالا این ساختمان خاک در چی مدل مثلا بیشتر قرار میگیره و این مدل از خاک تشکیل میده. ساده ترین مدل برای تشکیل ساختمان خاک که این هست مدل امرسون است که در سال 1959 تقریبا میتونیم بگیم این مدل چکار کرد و این را پیشکش کرد و در خود همین مدل ذرات روس به هم میگه میچسبه و تشکیل دومین میده و بعد از این دومین ها با یک دیگر یک جای میشن و با مثلا با همین تر مثلا ذرات شن و لای ماسه به یک دیگر قرار میگیرن. خب گفتم که دومین ها وقت ذرات روست ذرات چارج دارین و اینا باعث از این میشن که من دیگر وصل میشن و دیگر ذرات رو به خود خود قرار میدن و طریقه قرار گرفتن در شکل امرسون یعنی است که خود ذرات روس به همدیگر چسبیده تشکیل دومین میده و بعد از اون دومینا به یکدیگر با بعد از خود همین روسا به همدیگر میچسبن و همچنین ذرات شن و راس و رای به همدیگر متصل میشن. به این صورت طرف مثبت یک دومین به طرف منفی دیگر وصل میشد یا یکی از طریق عوامل پیوندی مانند مواد عضوی به همدیگر وصل میشه. دو حالت خوب یایی که از طریق می چارچای مثبت منفی که اکثر چارچ مثبت و منفی باعث زی میشن که ذرات بندگر وصل میشن و یا دیگه از طریق عوامل پیوندی مثلا خود مواد عضوی به هم وصل میشن. خب که خود مواد عضوی هم باعث زی میشه که اینا از جمله عوامل تشکیل دهنده خود ساختمان خاکن و باعث زی میشن که چکار بشن خود ساختمان خاک تشکیل بدن. دیگه عوامل مؤثر سلاید بعدی که ما و شما داریم اینه که عوامل مؤثر در تشکیل ساختمان خاک. ببینین
چند تا عوامل تاثیرات خود داره. یک عوامل بیولوژیکی در تشکیل ساختمان خود، یک عوامل فیزیکی و دیگه خود ترکیبات خود، که هر کدوم از اینها رو من خدمت شما ارائه خواهد کردم و شما میشه که بیشتر اگر من توضیحات کمتر به اینجا خدمت شما ارائه میکنم شما چی کنن، شما به کتاب خود مراجعه بکنن و بیشتر مثلا سوال چیز دیشته میشه که من در میان بگذاره. ببینین عوامل مؤثر در تشکیل ساختمان خاک، اولین عوامل از این عوامل بیولوژیکی است که خود عوامل بیولوژیکی مؤثر در تشکیل خاکدان ها، یک ریشه نباتات، ریشه مثلا خود قارچ ها و باکتری ها، خاکدان های درشت یعنی یا بزرگتر از 2 میلیمتر یا که مثلا از اتصال خاکدان های 20 تا 50 میکرون توسط ریشه قارچ ها به دست می آید و همچنین خاکدان های 20 تا 50 میکرون توسط مواد عضوی دیر تجزیه پذیر به هم متصل میشه و همچنین مواد دیر تجزیه پذیر شامل ریشه گیاهان، ریشه قارچ ها و همچنین واجرات باکتری های که نسبت به تجزیه میکروبی مقاوم هستن. من اینا داخل چی شما داخل کتاب شما یک دفعه گفتم مراجعه بکنن. ببینین یک خود این ریشه نباتات و قارچ ها و باکتری ها، ببینین ریشه های نباتات در چه حالت باعث از این میشه که خود خاکدان ها تشکیل بشه؟ یک ریشه نباتات وقتی در خاک خود از این نفوذ میکنه، وقتی در خاک نفوذ میکنه باعث از این میشه که در قسمت های تحتانی برن و یک فضا را اینا اشغال میکنن. وقتی فضا را که اینا اشغال بکنن باعث از این میشن که در یک قسمت از خاک فشردگی را ایجاد بکنن، یعنی که تا همون فضایی که برای حرکت و برای نفوذ خود ریشه برای خود پیدا میکنه که تا اینکه انتقال بکنه مثل یخ میمونه، مثل یخ میمونه که در داخل یک بوتل اگر ما شما بمونه که یخ بکنه، خب شما میبینیم که حجم یخ بیشتر میشه وقتی که یخ میزنه، باعث از این میشه که این بوتل پاره بشه و ریشه ها هم وقتی که در خاک میره باعث از این میشه که چسبندگی ذرات اینها انقباض انبساط صورت بگیره و باعث از این میشه که به یک طرف دیگه خود خاک ها حرکت پیدا بکنه و باعث از این میشه که خود از این ریشه ها خود ساختمان خاک و یا خاکدان ها به یک دیگر همچنین اینها بچسبه. و دیگه که بعضی از ترکیبات باقی پس از تجزیه ریشه ها و مواد عضوی توسط میکروارگانیسم ها از جمله پلیسکرایدها نیز در اتصال خاک مؤثرند و پلیسکرایدها مولکول های عضوی بزرگ خطی و انعطاف‌پذیر هستند که برای توسط میکروارگانیسم ها انجام شد. ترکیبات امیسینت در اتصال تجزیه میکروبی مواد عضوی نیز باعث پایداری خاکدان های ریز میشن. ببینید یک چیز دیگه ما میگم، خاکدان های درشت توسط مواد دیر تجزیه پذیر یا مقاوم به تجزیه باعث از این میشن که به همدیگر اینها متصل بشن. خب عموما بعضی از خاکدان هایی که خیلی درشتن مواد دیر تجزیه پذیر مثلا بعضی از ریشه گیاهان که خیلی باسونی اینا تجزیه نمیشن، باعث از این میشه که خود از اینا نقش زیر بازی بکنن به عنوان چسبندگی و یا که مقاوم به تجزیه هستن بعضی از ریشه های نباتات یا بعضی از مواد که در خود خاک وجود دارن و اینها در خود خود چکار بکنن، تشکیل خود خاکدان ها رو بدن. و ما توضیحات دیگه ای که ما ببینیم در سلاید دیگه گفته خاکدان های توسط مواد دیر تجزیه پذیر، خاکدان های درشت داریم و خاکدان های ریز داریم. خاکدان های 2 الی 20 میکرون میگه توسط مواد دیر تجزیه پذیر تشکیل میشن و خاکدان های با قطر کمتر از 2 میکرون توسط نیروی الکتروستاتیک و اینها باعث از این میشن که چکار بشن، خود از اینها در خاک ساختمان خاک تشکیل بدن. ببینین ترکیبات هیومسی تولید شده در اثر تجزیه مواد عضوی باعث پایداری خاکدان های ریز میگردن. دو تا دانشمند ما داریم که به این جگاه میگه که ترکیبات هیومسی تولید شده در اثر تجزیه میکروبی مواد عضوی نیز باعث پایداری خاکدان های ریز میشن. یک چینی اند سویفت در سال 1986، تیزل و اوزر در سال 1986 خاکدان ها رو اینا اصلا تقریبا میتونیم بگیم به دو دسته، خاکدان های درشت با قطر بزرگتر از 250 میکرون و خاکدان های ریز با قطر کوچکتر از 250 میکرون تقسیم کردن. عوامل عمده پیوندی خاکدان های ریز میگن پلیسکراید هایی که در سلاید قبلی برای شما اشاره کردم، گفتم که پلیسکراید ها و اتصال مواد عضوی باعث از این میشن که خود ساختمان خاک تشکیل بدن و دیگه روسو کاتایون عوامل پیوندی خاکدان های
خاردانه های ریزن، هم رست و هم کتایون اتصال مواد عضوی از پلیسکرایت ها، اینا از جمله عوامل پیوندی خاردانه های هست، خاردانه های ریزن و خاردانه های درشت ریشه گیاهان و همچنین ریشه قارچ ها می باشد. خود خاردانه هایی که در اندازه بزرگتر و یایی که میتونم بگم اندازه از اینا شکل از اینا بزرگتر است و ساختمان از اینا ناهنجارتر و بزرگتر بوجود میان، بیشتر از توسط عوامل پیوندی از اینا مثل ریشه گیان و همچنین ریشه قارچ است. با افزایش عوامل پیوندی درصد خاکدانه ها پایدار، خاکدانه های پایدار افزایش میان، ریشه نباتات نیست از جمله عوامل پیوندی خاکدانه ها میشه، زیر ریشه در این توسعه در خاک باعث فشرده شدن خاک و در نتیجه اتصال از او به یک دیگر میشه. و اینا مسائلی بوده که من همگی از اینا رو به خاطر از اینکه در داخل سلاید برابر نبود آوردم، یک سری موضوعات در داخل از این اشاره کردم. ببینید سلاید ما و شما هم خلاص شده و اینا هم من فکر کنم عوامل در این سلاید اینجا کامل اشاره ازی شده، عوامل پیوندی، عوامل عمده پیوندی خاکدانهای ریز عبارت از پلیسکرایدها و اتصال مواد عضوی رس و کتئین، عوامل پیوندی خاکدانهای درشت ریشه گیاهان و قارچ‌ها و با افزایش عوامل پیوندی درصد خاکدانهای پایدار افزایش ممکن ریشه در این توسعه فشرده شدن و در نتیجه خود از این خاک وجود. اینها از جمله عوامل بیولوژیکی مؤثر در تشکیل چی بود؟ در تشکیل ساختمان خاک بود. دیگه ترکیبات خاک و عوامل فیزیکی را بخیر در جلسه بعدی خدمت شما ارائه خواهم کرد. موفق باشین تا جلسه بعدی، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.